تلویزیون مهر برای فضای آزاد، آگاه و خردگرا تلاش می کند. با همکاری آرش، میترا، نیلوفر و سارا عباسی، کارگردان فنی سیروس گوهرپور، تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار به تلویزیون مهر از شبکه جهانی پارس تماشا می کنید. در برنامه امروز یک بار دیگر سیاوش اوستا به دیدار شخصی می رود که تاکنون کمتر کسی چهره ایشان را دیده است، جمشید تفرشی، شخصیت جنجالی چند سال پیش، عضو سابق مجاهدین خلق و کسی که بارها سعید امامی را ملاقات کرده بود. جمشید تفرشی میهمان امروز سیاوش اوستا است. با ما باشید. از میترا تا محمد به سیاوش اوستا، پژوهش نوین از سیر دین در ایران، نگاه فیثاغورس، ارسطو و افلاطون به مایی و اندیشه زرد، مراحل سگانه انقلاب پیامبر اسلام، ریشه ترور در اسلام، پیمانهای پیامبر اسلام با راهزنان عرب، مشاوران رومی، حبشی، عربی و پارسی پیامبر اسلام، چگونه جد پیامبر اسلام کعبه را به یک مشک شراب خرید، مسلمانان شرطی، پیامبر اسلام و عشقهایش، از میترا تا محمد نوشته سیاوش اوستا، دینداری و خردگرایی نوشته سیاوش اوستا، پژوهشی نوین از نبرد خردگرایان با دینداران در تاریخ ایران، باور انسان از نخستین، وحی چیست، جبرئیل کیست و چیست، لباس روحانیت و القاب آنان از کجا آمده است، انواع اسلام و مطالب خواندنی دیگر در کتاب دینداری و خردگرایی، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی نوشته سیاوش اوستا، پژوهشی نوین از سروده‌های پیامبر اسلام که پس از وفاتش گردآوری و قرآن نامیده شد، اسرار مگو و ناشنیده‌های بسیاری از اسلام و قرآن، بر اساس گفته قرآن معلم پیامبر اسلام کیست؟ گفتاری از یاران پیامبر اسلام که آیات قرآنی شد. چرا پیامبر اسلام خودش سرودهایش را گردآوری نکرد؟ قرآن امام علی چه فرقی با قرآن امروزی دارد؟ واژه‌های پارسی و غیر عربی در قرآن، قرآن و خطاهای پیامبر اسلام، نگاه قرآن درباره آیات شیطانی، تعداد همسران پیامبر اسلام، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی نوشته سیاوش اوستا، چاپ هفتم. خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، نوشته سیاوش اوستا، هوسی برای خوابیدن در آغوش خداوند، نظر خدا درباره 124 هزار پیامبر، تماس مستقیم خدا با مردم، پیامبران واقعی در نگاه خداوند کیستند؟ خدا و اینترنت، گشتی در جهان با سفینه خداوند، من با خدا رقصیدم، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، نوشته سیاوش اوستا، چاپ چهارم.
مهندس جمشید تبشید شبابان حالتون چطوره؟ متشکرم از لطفتون. خوشحالیم که امروز با مهندس جمشید تبشید هستیم. یک شخصیت برجسته و جنجالی خیلی خوشحال هم پیش بود که با یه مسجدید تبشید سر جهان را انداخت. گفتن که عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری میکنه و با سعید امامی ملاقات هایی داشته در خارج از کشور. به این مورد من لطفات به این محلیت میشه تنشه برد در مدنی تنجیبه با شما بدنها در مدنی سر به گفتگونش هستن و تصویر ایشون رو شما برای نخستین بار دارید میبینید و برای نخستین بار هست که یک سری از مسائلی رو که تا کنون تا این سال ها هم خود نکتن به روز با ما شما بدن در ایران شدرمان شیرزاد کشته میشه اعدام میشه یعنی به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق بعد شما وطن رو ترک میکنید سازمان مجاهدین خلق میپیوندید و بعدم که از اونها جدا میشید دلم میخواد که یک مختصر و کوتاه خودتون توضیح بدید در رابطه با شهادت برادرتون و چگونگی خروجتون از کشور و پیوستن به سازمان مجاهدین خلق. بله با کمال میل من نخست اجازه میخوام که خدمت هموطنان وارسته و گرامی هم درود بفرستم و همچنین اجازه میخوام که خدمت خود شما درود بفرستم که یکی از بهترین های کشور ما هستید و خوشبختم رو عرض کنم همیشه برای اولین ها امضای شما بوده و این هم یکی از اون اولین هاست که من بعد از این همه سال سکوت و این همه سال فشارهای روحی و روانی که ترجیح دادم کاملا سکوت بکنم چون از هر جهت برای من فشار وارد میکردن و اینه که واقعا برای نخستین بارم این که شما فرمودید من سعادت این رو دارم که با هموطنانم رو در رو و چهره به چهره که برای اولین بار چهره من رو میبینن بتونم این حقایقی رو که این سالها تلاش کردن که از جاهای مختلف از گروهای مختلف بر روی این قایق سایه بندازن این ها رو بتونم بازش کافی کنم و روشنگی کنم. خب شما برادرتون اعدام میشه در چه سالی در اینا؟ خدمتتون عرض کنم که در 19 بهمن سال 66 که ما همزمان با هم در زندان بودیم و چون من از سال 64 در زندان بودم و در 19 بهمن 66 برادرم شیرزاد همینطوری که فرمودید اعدام میشه و خود من هم که زیر اعدام بودم و بنابراین باید تلاش میکردیم که حداقل یک نفر از خانواده ما بتونه از رهایی پیدا بکنه از اون تشکیلات و بیاد بیرون روی این اساس